هفته اخیر دو نورس 8 و 13 ساله و یک پراپورشیک قسمی نظامی در آبانبار قیرقوم هنگام آبازی غرق شدند. ستاد حالتهای فوق‌العاده میگوید روزی 20 می برادران سردار و مرد بایمرادوف ها هنگام چرای حیوانات خانگی برای آبازی به آبانبار در آمدند و غرق شدند. جسد آنها را غواصان ستاد بعد 24 ساعت جستجو از زیر آب پیدا کرده به والدینشان سپردند. از تصفی هوای امسال ده ها ساکنان بر وقتر خود را به آب بحری تاجیک و رودی سیر زدند. آبانبار قیرقوم دو آبازی جای برای عموم دارد که صیاد یکی از آنهاست. موهایا جوانزن از شهر گلستان که همراه دوگانه اش کودکان خود را برای آبازی آورده است، دلپور است که اینجا برای آبازی به خطر است. جای بهترین زیباست. جای بهترین خطر نشانه آب زشت است. موسم شناوری امسال در ولایت سوخت رسما روزی 27 می آغاز می‌یابد، ولی از ماه می امسال حرارت هوا تا زیر 40 درجه بالا رفت و ساکنان بر وقت‌تر به شناوری سر کردند. محمود ارماتوف زورقران است و کودکان و کلانسالان را به سیر آبانبار قیرقوم می‌برد. نجات شناوران از غرق شوی نیز وظیفه اصلی اوست. میره بسات این کرو میپاتویم ارغامچین ما هست همه چیز ما هست میره غشانده میبادوریم میبوریم. رودی سیر که شهر خوجند رو میانبور میکند تنها یک آبازی جای رسمی دارد در روبروی بینای حکومتی ولایتی. این جای ها برای شناوری به خطر و دائمی تحت نظارت کارمندان ستاد حالت های فوق العاده قرار دارد، ولی در جای های دیگر شناوری به خطر نیست و خوف غرق شدن وجود دارد. کارمندان این ستاد به 9 جای مخصوصا خطرناک رودی سیر هر سال قبل از موسم آبازی علامت های آگاه کننده میگذارند. از تمام ساکنان، مهمانان و شهروندان ولایت با احترام خواهش می‌نماید که در جای های منع کرده شده آبازی نکنند. به ندانستنی قاعده های درستی آب وارد آب نگردند. اینچنین هنگام سرمستی، سرخوشی وارد آب نشوند. اینچنین از تمام پدر و مادران، والدان، کلانسالان و معلمان و تربیتگران خواهش کرده می‌شود که کودکان خود را، فرزندان خود را به نظارت نگذارند. چون که به اهمیتی آنها باعث با مصیبت انجام یافتنی حادثه میگردم. بنابر اطلاع این ستاد امسال 6 نفر، 4 نفر در بحری تاجیک و 2 کس در رودی سیر هنگام شناوری غرق گردیده به هلاکت رسیدند. کارمندان ستاد 3 ساکن از جمله یکی را که خود را به قصد خودکشی به رودی سیر انداخته بود نجات دادند. همین طور سال گذشته 2016 در آبانبار و رود و کلهای شمالی تاجیکستان 35 نفر غرق شده جان باختند. گفته می شود افرادی که در جای های ممنوع و خطرناک با آبازی مشغول می شوند اصلا مهمانان و دانشجویان هستند که از دیگر مناطق به خوجند آمدند. ولی هم صحبتان ما در آبازی جای صیاد بحری تاجیک وقت شناوری احساس خطر نمی کنند، چون که تا تقریبا 100 متر آب قد آدم را نمی پوشاند و از جای چقر نشان دهنده های سرخ آگاه کننده با خبر می کند. در وقت احتمال غرق شوی نجات دهندگان ستاد حالت های فوق العاده به یاری آنها می شتابند.